تکرار هشتگ اعدام نکنید بیش از 5 میلیون بار. کارزار اعتراض به اعدام در فضای مجازی به ما چه میگوید و تا کجا میرود؟ این حرکت بیمانند در شبکه‌های اجتماعی را تا چه حد باید جدی گرفت؟ در این مورد با یک استاد علوم سیاسی حرف میزنیم. من تصورم بر اینه که این اعمال خشونت از سوی حاکمیت عوامل چندی داره که من یکی از اونها رو میخوام برجسته بکنم، اون هم ترسه. این همگرایی به ما چه میگوید؟ این سوالمان از دو مهمان 60 دقیقه امشب است. در ادامه برنامه امشب، 5 سال بعد از توافق هسته‌ای برجام، این توافق چه تأثیری بر شاخص‌های اصلی اقتصاد ایران داشته؟ و کتاب سراسر انتقادی برادرزاده ترامپ منتشر شد. مری ترامپ می‌گوید عمویش خودشیفته و متقلب است. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی، هر سه 26-27 ساله، متولد محله خزانه در جنوب تهران. یکی راننده اسنپ خشمگین از سه برابر شدن قیمت بنزین، دو نفر دیگر خشمگین از فقر و فشار اقتصادی، ناامید از آینده مبهم. همچون هزاران ایرانی دیگر روز 25 آبان برای اعتراض به خیابان رفتند. سه جوانی که دیروز به گفته سخنگوی قوه قضاییه حکم اعدامشان در دیوان عالی تایید شد. حکمی که برای اولین بار واکنشی بی سابقه در فضای مجازی ایجاد کرد و تا چند ساعت به داغ‌ترین موضوع گفتگوهای توییتری تبدیل شد. حدود 5.5 میلیون بار کاربران توییتر با هشتگ اعدام نکنید مخالفتشان را با حکم اعدام اعلام کردند. افراد شناخته و ناشناخته، از طیف‌های مختلف سیاسی، از اصلاح طلب تا برانداز، از هنرمند تا ورزشکار، همه یک صدا اعلام کردند اعدام نکنید. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم این همصدایی جریانی است با دوام یا زودگذر. اول گزارشی ببینیم از فیروز یکبریان. دو نفر از این افراد در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند. سخنان دیروز سخنگوی قوه قضاییه ایران. در این حرف‌ها بود که غلام حسین اسماعیلی از تایید حکم اعدام سه نفر از معترضان تظاهرات آبان پارسال خبر داد. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی. خبر تایید حکم آنها در کنار اجرای دو حکم اعدام دیگر طوفانی به پا کرد. البته در فضای مجازی و به ویژه در توییتر. در این کارزار با هشتگ اعدام نکنید افرادی از هر قشر و گروهی بودند. از داخل و خارج از کشور. افراد عادی و مشهور. سیاسی و غیر سیاسی. داده های دیتا ماینر نشان می دهد که این کارزار توییتری دیروز حوالی ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران شروع شد. یک ساعت بعد از آن جزو 5 ترند اول جهانی شد. 2 ساعت بعد ترند اول جهان و ساعت‌ها جزو 2 ترند بالای جهانی ماند. استفاده از این هشتگ در نیمه شب دیشب به وقت تهران به اوج رسید و در 24 ساعت بیش از 4 میلیون بار توییت شد. هشتگ‌های مشابه اعدام نکنید به زبان انگلیسی هم در زمان‌های مشابه صدها هزار بار توییت شد. این البته همه ماجرا نبود. در اینستاگرام هم در همین مدت هزاران پست با هشتگ اعدام نکنید منتشر شد. بسیاری از سلبریتی‌های ایرانی هم در این باره نوشتند و گفتند. از جمله مرتضی برجسته، خواننده ایرانی. شما اصلا اندازه اعتراض رو میدونید؟ شما اندازه تنبیه رو میدونید؟ اندازه مجازات رو میدونید؟ فقط و فقط هر کسی که اعتراض میکنه برخلاف شما اعدام، اعدام، اعدام. گزارش ها حاکی است که همزمان دیشب اینترنت در ایران در زمانهای مختل یا قطع شد. هنوز مشخص نشده که ارتباطی بین کارزار توییتری اعدام نکنید و قطع اینترنت وجود دارد یا نه. اما سازمانهای حقوق بشری بارها گفتند که ایران از کاهش سرعت اینترنت به عنوان ابزاری برای کنترل اعتراضات استفاده می کند. امروز 4 دی ماه 98
سرعت اینترنت رو به شدت پایین آوردن. در حال حاضر هم اختلال در اینترنت سناریویی آشنا در سالهای اخیر بوده. نمونهش پس از اعتراض‌های دیماه پارسال، بعد از آن که سپاه پاسداران اعتراف کرد که هواپیمای اوکراینی را با 176 مسافر ساقط کرده، یا پس از اعتراض‌های آبان ماه همان سال، تجمعاتی که ابتدا در اعتراض به گران شدن بنزین شروع شد اما به مرور گسترده تر شد. تجمعهای خونبار که به گفته سازمان عفو بین الملل بیش از 300 کشته به جا گذاشت و به گفته مقامهای ایران 230 نفر. این همان اعتراض‌هایی است که امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در ارتباط با آن حکم اعدام گرفتند. و این اعتراض‌های دیماه 1396، باز هم در اعتراض به مشکلات معیشت و گرانی. تجمعاتی که ابتدا از چند شهر شروع شد اما به مرور سراسری شد. روزهای اعتراض‌های 96 اما روزهای اوج کانال تلگرامی آمد نیوز بود، کانالی که فراخوان‌های اعتراض‌ها را منتشر می‌کرد. بر اساس بعضی گزارش‌ها آمار بازدید کنندگانش در آن روزها گاهی به 2 میلیون نفر هم رسید. آقای روح الله زن را در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، روح الله زن مؤسس این کانال، به اعدام محکوم شده. یکی از جرم‌هایش تشکیل و اداره آمد نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور. صدای تیراندازی میاد برای متفرق کردن مردم. ایرانی ها در سالهای اخیر همواره از رسانه های اجتماعی در اعتراض هایشان کمک گرفتند. اما شاید بتوان طوفان توییتری دیشب را در نوع خودش بی سابقه دانست، چرا که همه چیز در دنیای مجازی اتفاق افتاد. اما آیا اعتراض ها وارد مرحله جدیدی شده؟ یا اعتراض هایی از این دست همچنان مکملی خواهد بود بر تجمعاتی در دنیای واقعی؟ فیروزه اکبریان، بی بی سی. مهرداد محمد نژاد، فعال سیاسی، حدود 2 ماه با امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که محکوم به اعدام هستند هم بند بوده. آقای محمد نژاد درباره این 3 نفر و پرونده آنها به بی بی سی این طور توضیح داد. هر چیز باید اینو بگم که این افراد با برنامه از پیش تعیین شده و خط گرفتن از خارج از کشور وارد این اعتراضات نشدن. اتهامی که حالا بهشون نسبت داده شده، حتی من میتونم اینو بگم که با هدف شرکت در اعتراضات هم بیرون نرفتن. اون 3 نفر رفیق بودن، با هم بیرون بودن. اون روز توی خیابون ستارخان مسیر مسدود میشه، توی خیابون همه اتومبیلاشون رو خاموش میکنن و مردم رو تشویق میکنن که اونا هم اتومبیلاشون رو خاموش کنن و از ماشین پیاده شن. اینا هم توی این جو قرار میگیرن و از ماشیناشون پیاده میشن و اینطوری توی جریان اعتراضات قرار میگیرن. حالا وضعیت اقتصادیشون هم خب بد بوده. به عنوان نمونه سعید تمجیدی راننده اسنپ بوده، اونجا به من میگفتش که من با بنزین 1000 تومانی هم هر چی در میآوردم خرج ماشینم میشده. بنزین 3000 تومانی واقعا منو ناراحت و نگران کرده بوده. محمد و امیر هم همچنین وضعیت معیشتی خوبی نداشتن. به این ترتیب این افراد توی جریان اعتراضات قرار میگیرن، در اعتراضات شرکت داشتن، شعار دادن، فیلم هم گرفتن، اما نه جایی رو آتیش زدن، نه اتوبوسی، نه پمپ بنزینی، نه بانکی، هیچ خرابکاری نداشتن. درسته از اعتراضات فیلم گرفتن، از بانکی که در حال سوختن بود فیلم گرفتن، ولی این به این معنی نیستش که این افراد این بانک رو آتیش زدن و هیچ مدرکی، هیچ فیلمی توی گوشی امیر حسین نیست که نشون اینها رو در حال آتش زدن بانک نشون بده یا ثابت کنه که این افراد بانک رو آتیش زدن. اتهامی که سخنگوی قوه قضاییه بارها به این افراد نسبت داده. چند روز بعد حالا به یه طریقی امیر حسین بازداشت میشه. سعید و محمد میرن ترکیه، درخواست پناهندگی میکنن اونجا، ولی خب ترکیه بعدن اینا رو دیپورت میکنه. بعد از سفر آقای روحانی به ترکیه تقریبا 24 ساعت بعد سعید تمجیدی و محمد رجبی به گفته خودشون دیپورت میشن. توی این مدت خب امیر حسین در بازداشته و شدیداً تحت فشار و حتی شکنجه. از یه طرف هم خب امیر حسین
بیماری پوستی پسوریازیس رو داره. این بیماری با استرس عود میکنه، وقتی که حالش بد میشه، وقتی که این بیماری خیلی عود میکنه، امیرحسین باید با ویلچر جابجا شه، حتی نه چیزی میخوره، تب میکنه، نمیتونه راه بره. امیرحسین توی بازداشت دقیقا توی اون شرایط بوده و شدیداً تحت فشار بوده، به همین دلیل تمام اتهامات رو قبول میکنه، میگه آره من آتیش زدم، من با مجاهدین ارتباط داشتم، ولی به محض اینکه از دست بازجوها رها میشه تمام این اتهامات رو رد میکنه. آقای اسماعیلی اونا رو ارازلوباش نامیده، در صورتی که اینا هیچ سوء سابقه چه سیاسی چه غیر سیاسی نداشتن و الان هم که تا همین الان هم که توی زندان هستن، این قطعی شدن حکم اعدام اصلا باورشون نمیشه، همینطوری شکن. صدای مهداد محمد نژاد بود، همبند این سه معترض محکوم به اعدام. پیشتر گفتگویی داشتم با حاتم قادری، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، و پرسیدم این اعتراض بی سابقه که طیف‌ها و گروه‌های سیاسی و هنری در آن شرکت کردند در چه بستر اجتماعی شکل گرفته؟ من اعتقادی در یک جای دیگر بحثم رو شروع می‌کنم، بعد به این پرسش شما در واقع برسم. شاید برخی تصور بکنن که حکومت یا حاکمیت الان دست به خشونت های زیادی زده و بیش از این هم خشونت خواهد کرد. من تصورم بر اینه که این اعمال خشونت از زیر حاکمیت عوامل چندی داره که من یکی از اونها رو میخوام برجسته بکنم، اون هم ترسه. این حاکمیت به شدت ترسه که با توجه به بحران های عمیقی که دچار شده و وقایعی که در آبان 98 اتفاق افتاده، مسائل اقتصادی که در امروز هست، ناکار آمدی با دوچار نارامی های خیابانی بشه و برای این فکر میکنه که باید یک ترس متقابلی رو به مردم تحمیل بکنه. در واقع هر دو طرف رو نوعی موازنه ترس دارن انجام میدن، با این تفاوت که حاکمیت میگه من قاضی دارم، میتونم حکم بدم، میتونم زندان بکنم، میتونم سرکوب بکنم، و میخواد با فشار به مردم و ترسوندن مردم در واقع ترس خودش رو پنهان بکنه. ولی از اون طرف اتفاقی که افتاده و در وجود من مهمه اینی که گاهی ترس وقتی که از یک حدی خارج بشه دیگه ترس محاسبه شده و اعمال شده مناسبی نیست. الان به نظر میاد که مردم ایران یا حداقل بخش از مردم ایران به دلائل مختلفی حاضر هستن که ترسی که حکومت بکنه اونها تحمیل کنه نادیده بگیرن. تغییر این موازنه ترس در این مقطع یا به نظر شما به نفع مردم تمام شده؟ ببینید، باید در آینده نشست و دید، ولی اینکه مردم میتوانن به یک جایی برسن که بگوین ما موازنه ترس رو میپذیریم خودش اتفاق بسیار مهمیه. فکر میکنید وارد مراحل بعدی میشه یا اینکه در حد اعتراض در فضای مجازی باقی میمونه؟ من تصورم بر این نیست که الان بتونن مردم دست به نارامی های خیابانی بزنن، ولی حکومت اینقدر وضعیت نامناسبی داره که اگر نتونه سرعتمندانه بسنجه، با توجه به بحران هایی که داره ممکنه که نارامی های 98 تکرار بشه. ولی نکته ما اینه که طبقه متوسط ممکنه هنوز آمادگی آمدن به خیابون رو نداشته باشن. فکر می‌کنید که پیامی که شما از این اعتراضات مجازی گرفتید مبنی بر تغییر موازنه ترس، این پیام را یا حاکمیت هم گرفته؟ من حاکمیت یه دست حقیقت نمی‌بینم. بخشی از اونها کاملا بر اساس رسالت مداری ایدئولوژیکیشون و سرکوبشون و منافعی رو که در قدرت دارن، اونا فکر میکنن که باید ترس خودشون رو به مردم منتقل بکنن و با ترسوندن مردم خودشون رو تثبیت بکنن. ولی بخشی از حاکمیت فقط متوجه عواقب امر هست. من آوان 98 که با بی بی سی صحبت کردم گفتم بهترین کار این که حاکمیت اگر از خرد برخورداره گروه هایی رو تشکیل بده با مردم وارد گفتگو بشه. یعنی این همه تحقیر ملی خب برای حاکمیت هم خوب نیست. اونا جز این که تبدیل بشن به یک نیروی هرچه بیشتر پلیسی سیاسی، چاره برای خودشون نمیبینن. ولی همین که مردم احساس میکنن میتونن که این میلیون ها آدم یک جای یک حرف رو بزنن، در نظر من این سرمایه بسیار نیست که برای آینده مفیده.
حاکمیت این خرد رو داشته باشه که بگه نه تنها اینا رو اعدام نمی‌کنم که آزاد بکنه، نه تنها آزاد بکنه که گروه های پژوهشی واقعی، نه گروه های تملق حاکمیتی تشکیل بده، از مردم بپرسه ناخوشایندی هاشون و تحقیر های چند جانبه ای که به مردم اعمال میشه. این فرصتی برای گفتگوی هرچند اندک برای مردم قرار بده، خوب این اتفاق نیست. ولی من بعید میدونم قسمت سخت و صلح حاکمیت موافق این کار باشه، حتی اقل گفتگو نمی کنن، ولی ممکنه که از اعدام اینها هم صرف نظر بشه. آقای قادری، در همون گفتگوهایی که در آبان با هم داشتیم هشدار دادید درباره یک فروپاشی اجتماعی که ممکنه در انتظار ایران باشه و ابراز نگرانی کردید. در این لحظه اتفاقهای زیادی در از زمان اعتراضات آبان تا الان افتاده، در این لحظه ارزیابیتون چیه؟ آیا کماکان همانقدر نگرانید یا بیشتر نگرانید یا کمتر؟ من به نظرم میاد تا موقعی که این حدیه سخت حاکمیت میخواد قدرت رو هر جوری شده از آن خودش بکنه، ما همچنان روی خط فروپاشی اجتماعی حرکت میکنیم. یعنی حالا هم که میلیون ها آدم اومدن یه درخواست رو دارن، به معنای اینکه جامعه ملی بلند مدت نیست، نباید همچین اشتباهی رو مرتکب بشن. مگر اینکه در حاکمیت تغییرات اتفاق بیفته، بخشی از حاکمیت به عدیمه بخش دیگه بتونم قدرت در دست بگیرن و اونها وارد گفتگو بشن و تنش ها رو به گونه ای کم بکنن که ما از فروپاشی بتونیم فاصله بگیریم. ولی الان ما به جهات مختلف وضعیت بدی رو داریم. این مجلسی هم که سرکار اومده از در واقع خرد بسیار اندکی برخورداره، حتی اون میزان تعهدات اخلاقی هم عهدهدار نیست و اینها هیچ وعده‌ای برای ریاست جمهوری سال آینده. حاتم قادری بود، استاد پیشین علوم سیاسی از تهران، برای گفتگوی بیشتر در این باره سلماز ایکتر روزنامه‌نگار از استانبول با ماست و همچنین فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان. خوش آمدید به برنامه. آقای سرکوهی با شما آغاز بکنیم. به نظر میاد که در جریان این کمپین مخالفت با اعدام، همصدایی کم سابقه بین طیف‌های سیاسی مختلف بعضن مخالف هم دیگه اتفاق افتاد. می‌دیدیم که از برانداز، اصلاح طلب، همه داشتن درخواست می‌کردن که این اعدام اتفاق نیفته. چی باعث این همصدایی شد؟ خب عوامل گوناگونی وجود داره، من به دو تا اشاره می‌کنم چون وقت بسیار کمه. یکی اینکه جامعه ملتهب بود، برای اینکه ما قبلش دیدیم که اینا دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبدالله رو اعدام کرده بودن، از فعالان کرد دیدی از فعالان کرد به اعدام محکوم شدن، خبرش رو اعلام کردن. این خبرهایی که اعدام که اینا سرریز میکنن به جامعه، جامعه رو ملتهب میکنه. اینا طبیعتا قصدشون ترسوندن مردم هست و جلوگیری از این بحران هایی که پیش بینی کردن رخ میده، شورش های مردم اینا، اما در واقع اینا جامعه رو به جایی که بترسونن ملتهب کردن. این التهاب یکی از دلایلش هست. اما دلیل دیگری که چرا در این مورد خاص این همبستگی که شما میگین به وجود آمده یا در موارد دیگه کمتر، این نوع همبستگی کمتر به وجود میاد، یک نکته توجه بکنیم. این در هنر ما میگیم که همدردی و همحسی برای خلق یک اثر بزرگ کافی نیست، باید همزاد پنداری بشه. در روانشناسی جمعی جامعه هم اینطوری هست. وقتی جامعه خودش رو با یک چیزی همزاد میدونه، خودش رو در اون میبینه، طبیعتا بیشتر بهش پیوند داره. شورش های آبان ماه شورشی بود، بسیار حرکتی بود که مستقل بود، به هیچ جناح حکومتی وابسته نبود، خاص مردم رو بیان میکرد و اکثر مردم با این همزاد پنداری میکردن، حتی اونایی که در شرکت نداشتن. و حالا این سه جوان در بستر این حرکت محکوم به اعدام شدن و طبیعتاً اون همزادپنداری که با اون شورش‌ها هست و آمادگی مردم برای شورش‌های بعدی، این همزادپنداری و این آمادگی منتقل میشه به این سه نفر. و بعد هم این به اصطلاح شورش‌ها یا جنبش آبان ماه مستقل از همه به اصطلاح خواسته های گروه های سیاسی گوناگون بود و در واقع مردمی بود که به صحنه آمده بودند و طبیعتاً این خودش زمینه رو برای همبستگی فراهم میکنه. این دو تا عامل هست. البته یک عامل دیگری هم وجود داره، جامعه یواش یواش داره به سطحی میرسه که البلن با خشونت مخالف اعدام، میدونیم قتل به قصد زرش کش کردنه. و بعد هم جامعه داره یواش یواش به سطحی میرسه که دیگه اون حربه ترسوندن کند شده و مردم آمادگی روح از نظر روانشناسی آمادگی دارن برای حرکت های بعدی. خانم ایکتر، شما فکر میکنید که آیا مردم آمادگی دارن برای حرکت‌های بعدی یا اینکه این کمپین مجازی در همین دنیای مجازی خواهد موند؟
امروزتون از حرکت‌های بعدی چیه؟ اگر انتظار داشته باشیم که این اعتراضی که داره به اعدام این صدور حکم اعدام این سه تا جوان تو فضای مجازی رخ میده به کف خیابون‌ها بیاد به سرعت، نه من فکر نمی‌کنم الان این اتفاق بیفته. یعنی انقدر جامعه درگیر مشکلات گوناگون و تنش‌های مختلفه که شاید نتونه پتانسیلش رو امروز الان توی خیابون‌ها آزاد بکنه، ولی مسلماً یه حرکت جمعی شکل گرفته، یه حرکت جمعی که وسیع‌ترین گروه رو تونسته تا امروز با خودش همراه بکنه. همه ی آدم‌ها، از پدرها و مادرهایی که شاید حتی درک درستی از نحوه کار هشتگ زدن نداشتن، تا فعالین سیاسی و روزنامه نگارها و هنرمندها پای این کمپین اومدن. این روح جمعی از بین نمیره، انرژیش ممکنه یک مدت متوقف بشه، ولی مسلما یک روزی یک جایی آزاد خواهد شد. آقای سرکوهی، فرمودید که جامعه به سطحی رسیده که حربه ترساندن کند شده. فکر میکنید که حاکمیت همچنین پیامی دریافت کرد از این کمپین؟ من نخواست یه توضیح بدم. وقتی من میگم آمادگی، منظورم اینه که همین فردا مردم بیان به خیابون. اما یک نکته بسیار مهمی رو باید توجه بکنن. همه این کسانی که میان میگن حالا مردم نمیان تو خیابون یا میان تو خیابون، اصلا متوجه نیستن که به خیابان آمدن سازمان نیافته و خودجوش و خودانگیخته قابل پیش بینی نیست. هیچ کسی شورش‌های آبان ما رو پیش بینی نمی‌کرد، هیچ کسی شورش دی ما رو پیش بینی نمی‌کرد. وقت به اصطلاح حرکت خودانگیخته اصلا ویژگیش اسمش روش از حرکتی است که قابل پیش بینی نیست. اما اینکه گفتین که آیا هر به اصطلاح حاکمیت هم متوجه شده که این سلاح ترسش کون شده، نه اینکه از بین رفته، همچنان این ترس وجود داره. برای همین ما می‌بینیم که این در فضای مجازی خب کم هزینه است حضور پیدا کردن. حضور واقعا باید وقتی هستش که یک سازمان‌ها، احزاب، گروه‌های سیاسی باشن که بتونن این حضور رو، این آمادگی رو تبدیل بکنن به حرکت عینی و واقعی در سطح جامعه، که اینو ما الان نداریم. اما حاکمیت آیا متوجه شده یا نشده؟ ببینین، حاکمیت ایران فرقی نداره که متوجه بشه یا نشه، هسته قدرت و اینا هم وجود نداره. واقعیت چین است که یک حاکمیتی است در تنگنای قرار گرفته که خودش برای خودش ساخته. شما اقتصاد ایران داغون هست، اینو دیگه هممون میدونیم. حاکمیت هیچ راه حلی برای بحران‌های اقتصادی نداره، خودش هم اینو میدونه و ما هم اینو میدونن. و این ناامیدی از اینکه شما هیچ راه حلی ندارین همه گیر هست در جامعه. از طرف دیگه با سیاست خارجی خودش، با نمیدونم غنی‌سازی، دخالت نظامی، چه که همه میدونیم، این در واقع یک دامی برای خودش درست کرده که این دام رو ساختار این حاکمیت برای درست کرده و این در این دام افتاده. حالا اینکه کاری که میتواند بکند چیست؟ میتواند بحران‌های اقتصادی رو حل کنه، میتواند بحران‌های اجتماعی فرهنگی رو حل کنه، میتونه به خواست مردم برای آزادی جواب بده، میتونه در این خواست‌های مردم رو پاسخ بده؟ نمیتواند. وقتی که شما نمیتوانید، مثل یه مسابقه فوتبال هست، دو تا تیم مقابل هم قرار گرفتن، 5 دقیقه به بازی مونده، یکی 5 تا جلوه، اون یکی که 5 تا گل خورده تو این 5 دقیقه که نمیتونه برنده بشه، اما نمیتونه بازی رو ترک بکنه، باید تا آخر ادامه بده. حاکمیت جمهوری اسلامی، نظامی که هست، ناتوان از حل مسائل هست، اما خب نمیاد بگه حالا چون من ناتوانم استعفا میدم، خداحافظ شما، که او وای میسه مقاومت میکنه. مقاومت هم به معنای این هستش که مهمترین سلاحی رو که داره به کار میگیره، سلاح سرکوب، که در کارده همه جناح‌های حکومتی همیشه وقتی در موندن به سلاح سرکوب متوسل شد. خانم یک طرفه میکنین که ممکن حاکمیت با توجه به اینکه به هر حال با توصیفات آقای سرکوهی در بسیاری از زمینه‌ها درمانده، در این مقطع تغییر تاکتیک بده با توجه به واکنشی که به احکام اعدام جامعه نشون داد؟ من واقعا آرزو میکنم که این اتفاق بیفته و این حکم اعدام لغو بشه، ولی اگر که یه بررسی بکنیم که تا امروز روی کرده جمهوری اسلامی چه بوده، نه فکر نمیکنم این اتفاق بیفته. من بهش میگم هسته سخت قدرت، هرچند که فرمایش آقای سرکوهی هم درست بود، اما هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی به درستی میدونه که یک قدم عقب نشینی ممکنه منجر بشه به تا ته خط عقب رفتن، و من فکر نمی کنم که در مقابل اجرای این حکم اعدام عقب نشینی بکنن. ممکن بود در صورتی که یک همچین کمپینی صورت نمی گرفت، خواسته ای شکل نمی گرفت به این بزرگی، رئیس جدید قوه قضاییه آقای رئیسی برای نشون دادن یک چهره رئوف از خودش درخواست تجدید نظر کنه، پرونده رو به شعبه هم عرض بفرسته، یا حتی با اجرای این حکم اعدام مخالفت کنه. ولی امروز و با توجه به
فضایی که شکل گرفته، من حدس نمیزنم که عقب نشینی صورت بگیره. آقای سرکویی، اگر که حکومت پافشاری بکنه برای این اعدام، تبعات بسیار جدی تری میتونه داشته باشه. این خشم و اعتراضی که در 24 ساعت گذشته شاهدش بودیم در فضای مجازی، در صورت پافشاری حکومت به اعدام میتونه همون جرقه‌ای باشه که حکومت ازش میترسه. ببینید، من امیدوارم که اینا حکم اعدام رو لغو بکنن، ممکنم هست بکنن هم ایده. اما اون چیزی که من گفتم مربوط به اینکه حاکمیت راهی جز سرکوب نداره، مربوط به این اعدام مشخص نیست. اینا اگر این اعدام رو حالا مثلا امیدواریم لغو بکنن، سیاست سرکوب خودشون رو ادامه میدن. حالا ببخشید، من سوال شما رو یه دفعه دیگه تکرار کنیم. سوالم اینه که حکومت در یک موقعیتی قرار گرفته که اگر که پافشاری بکنه به این احکام، ممکنه اعدام این سه نفر منجر به همون ناآرامی‌ها و اعتراضاتی بشه که حکومت ازش هراس داره. ببینید، حکومت الان دلخوش است که این اتفاقات در فضای مجازی داره اتفاق میفته. خب ما هممون میدونیم فضای واقعی سیاست و اجتماع فضای واقعی هستش، اما فضای مجازی در واقع بیانگر روانشناسیه. شمار بالایی هست، شما رقم‌های 5 میلیون آدم مثلا گفتین، که البته وقتی 5 میلیون میان هشتگ میزنن، معنیش نیست که فقط 5 میلیون مخالف اعدامن، خیلی ها دیگه هم هستن حالا هشتگ نمیزنن. بنابراین یک روانشناسی وجود داره و این روانشناسی یک بستری است که از اون بستر اگر ما سازمان‌های سیاسی داشتیم یا نمی‌دونم گروه‌های حقوق بشر، کسانی که نفوذ و اعتبار در بین مردم داشتن، میتونن این بستر رو تبدیل از فضای مجازی تبدیل به حرکت عینی بکنن. حکومت دلش خوشه که خب ما چنین چی، ما آلترناتیوا رو از بین بردیم، ما هیچ چهره و سازمانی نداشتیم که حالا حقوق بشری یا غیر حقوق بشری که اعتبار و نفوذ در بین مردم داشته باشه، بنابراین در فضای مجازی اتفاق میفته و میره. اما حکومت در این مورد خطا میکنه، برای اینکه این آمادگی در مردم وجوده. وقتی که مردمی بدون سازمان سیاسی معتبر، بدون سازمان اپوزیسیون معتبر، بدون آلترناتیو معتبر، این چنین برانگیخته میشن در مقابل خشونت یا اعدام یا هر چی که اسمش بذاریم، این درجه بالایی از فشار هست که حالا به آمادگی بدل شده. اما اینکه آیا حکومت میاد فکر میکنه که به خاطر این آمادگی من بهتر عقب نشینی بکنم، عرض کردم من در این مورد اعدام خاص بحث نمیکنم، نمیدونم میخوان چیکار کنن، اما در کل از سیاست سرکوب نمیتواند عقب نشینی کنه. این هسته نرم قدرت هم معلوم نیست کجاست، اون هسته نرم قدرت و سخت قدرت و اینا، ببینید ما از ساختار بحث میکنیم، این یه ساختاریه که نرم و سخت در شریکن، سهیمن، در قدرت، در ثروت. وقتی که پای اساس ساختار پایین میاد، اینجا پای اساس ساختار در میان هست، همه نرم و سرد مجبورن از این ساختار دفاع کنن. عرض کردم حتی اگر بدونن که میبازن. خانم یکسر، یکی از ویژگی های کمپین اعدام نکنید نزدیک کردن طیف های مختلف سیاسی بود. فکر میکنید که آیا این نزدیکی و همصدایی میتونه در موضوعات دیگه هم شکل بگیره و ادامه پیدا بکنه، یا اینکه صرفا موضوعی بوده؟ ببینید، انقدر دامنه فشارهایی که حاکمیت داره به مردم میاره، چالش هایی که براشون ایجاد میکنه زیاد شده که خطوط جدا کننده بین طیف های مختلف، منظورم بدنه مردم، نه احزاب سیاسی و یا کنشگرهای سیاسی مطرح، دیگه محلی از اعراب نداره. ولی به هر حال این کنشگرهای سیاسی و طیف‌های سیاسی حضورشون برای شکل دادن به تشکل‌های مردمی نیاز نیست؟ حداقل توی اعتراض مردم به سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین، اعتراضات آبان ماه سال گذشته و اعتراضات دی ماه سال 96 هیچ کسی نبود. من متاسفم از اینکه نبود، ای کاش می بود. ولی بسیاری از کارشناسان معتقدند که عدم حضور طیف‌های سیاسی باعث سرکوب و فروکش کردن اون اعتراض‌ها شد، در حالی که اگر که احزاب سیاسی وجود داشتن و سازماندهی می‌کردن، میتونست به نتیجه برسه اون اعتراضات. دقیقاً درسته. منتها وقتی احزاب سیاسی نمیتونن، احزاب سیاسی که امروز در ایران فعال هستن، حتی یک بخش بزرگی از اپوزیسیونی که خارج از کشور داره فعالیت می‌کنه، نمیتونه خواست مردم رو مدیریت بکنه، نمایندگی بکنه، عملاً بود یا نبودشون تأثیر خاصی نداره. ما احزاب سیاسی داریم که فرسنگ ها از خواسته مردم دور هستن. حتی در مواردی مثل اعدام، شما میتونید چهره های شاخص سیاسی رو نگاه بکنید که چه حضوری در این کمپین داشتن. کم رنگ ترین حضورها رو داشتن بعد از اعتراضات وسیع مردم که ازشون خواسته میشد که بیاین به حرف بزنین، اظهار نظر بکنین. الان چهره های شاخص اصلاح طلب در مورد یک همچین خواست که حالا خیلی هم خواست خارج از نرم نیست، حاضر نمیشن حرف بزنن، حرفی نمیزنن، یا انقدر دیر حرف میزنن، در لفافه حرف میزنن که دیگه فایده ای نداره. کاش بودن.
آقای سرکار شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که ممکنه ما بار دیگه شاهد این همصدایی بشیم درباره موضوعات دیگه؟ فقط یه نکته بگم که چهره های اصلاح طلب شاخص مثل آقای تاج‌زاده توییت هم زدن، نگفتن که اعدام نباید بشه یا سیاسیون مخالف نباید اعدام بشن، گفتن بی سبب و فلان حضور پیدا کردن، به نظر من حضور منفی و به نوعی تایید کننده. اما در این زمینی که به اصطلاح واقعیت این هست، ما سازمان های سیاسی اپوزیسیون که نفوذ و برد در میان مردم داشته باشه و بتونه لایه‌هایی از مردم رو در عمل هدایت بکنه نداریم. سرکوب شدن، بخشش خودشون ناتوان هستن اصلا از اینکه به همچو حدی برسن، بخشش به دلیل سرکوب نمیرسن، فرق هم نمیکنه چپ و سلطنت طلب و نمیدونم لیبرال و همه اینها رو اگر در مجموع در نظر بگیریم، اینها در خارج کشور که به عنوان اپوزیسیون هستن، اینها نفوذ و بردی در میان مردم ندارن. در داخل کشور بر مبنای این حرکت‌های مردمی که میشه، شما در آبان ماه نگاه بکنید، سازماندهی کارگری در اعتصابات کارگری نگاه بکنید، در اعتصابات کارمندی، بازنشستگان، کانون نویسندگان و غیره، در واقع وقتی که بر بسترش جنبش خود به خودی خودانگیخته‌ای که در ایران وجود داره، به تدریج سازماندهی متناسب به وجود میاد و این سازماندهی چون از درون جنبش برخواسته اعتبار و نفوذ داره در جنبشی که ازش برخواسته. الان در لایه‌های مختلف جامعه ما یک علائمی، یک نمادهای از این به اصطلاح سازمان‌های کوچکی که در فقط همون لایه نفوذ دارن، میتونن سازماندهی کنن، می‌بینیم وجود داره در داخل کشور. اینها طبیعتاً به تدریج به هم پیوسته خواهند شد. البته رژیم هم سرکوب خواهد کرد و این دیگه یک جنگی است که حال اگر نه، زمانی که موقع رفتن رژیم برسه، ما به جایی که مثل اروپای شرقی بشیم که یک آلترناتیوی بتواند گذار به دموکراسی رو ممکن بکنه، دوچار سرنوشت شوروی میشویم که فروپاشی میشود و به اصطلاح بعدش هم معلوم نیست دیگه چه میشه، چون در شوروی هیچ آلترناتیوی نه. خانم ایکتر، شما چقدر خوشبینید که این ساختارهای کوچک اجتماعی بتونن با هم هماهنگ بشن؟ انشالله که میتونم و هماهنگ میشم، ولی نمیدونم، من الان نمیتونم هیچ پیش بینی داشته باشم، فقط میتونم اصرار امیدواری کنم. متشکرم از هر دوی شما، سلماز اکتر روزنامه‌نگار از استانبول و فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت با ما. همونطور که اشاره شد، بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران و فعالان اجتماعی هم به کمپین اعتراضی اعدام نکنید پیوستند، از جمله محمد رسولوف که دیشب توییت کرد. آقای رسولوف توییت کردند که هر خونی که به زمین می‌ریزند، هر نفسی که در خاک می‌کنند، روی پلید پرید رنگ از حراسشان بیشتر به چشم می‌آید. اما هر آغازی را پایانی است و در پایان دست‌های آلوده رسوا. آقای رسولوف فیلمی با عنوان شیطان وجود ندارد درباره مجازات اعدام در ایران هم ساختند و امشب مهمان برنامه 60 دقیقه هستند. محمد رسولوف، فیلمساز، از تهران به ما پیوستند. آقای رسولوف، خوش آمدید به برنامه. شما از جمله هنرمندانی هستید که مجازات اعدام سالهاست که از دغدغه هاتون بوده. شاهد کمپین بی سابقه ای بودیم در مخالفت با اعدام. فکر میکنید در کجا ریشه داشت این کمپین؟ خب پرسش آسودی نیست، برای اینکه فکر میکنم حالا من خودم به عنوان یک شهروند وقتی که این توییت رو انجام دادم واقعا اصلا در فضای یک حرکت گروهی نبودم و کلا یه واکنش شخصی و متأثر از فضای غم‌زده‌ای که داشتم بابت این اخبار دیگر در همین خصوص، ولی خب رفته رفته دیدم که این یک جریان خیلی فراگیری شد و احساس می‌کنم که این خشم فروخورده و نارضایتی عمومی از شیوه رابطه‌ای که نهاد قدرت با مردم برقرار می‌کنه توی ایران باعث میشه مسائلی که به هر حال گاهی اوقات لازمه با واکنش‌های اینجوری حتما روبرو بشه، روبرو نشه. اما خوشبختانه دیشب یک اتفاقی افتاد که فکر می‌کنم اگر تصمیم‌گیران دستگاه قضایی یا کسانی که به هر حال در حاکمیت تصمیم‌گیر هستن این صدا رو نشنون، قطعاً هزینه خواهد داشت براشون.
بعضی از هنرمندان پیوستند به این کمپین. میدونیم که فشار اعمال شده علیه عده‌ای از هنرمندان که هشتگ اعدام نکنید رو منتشر کردن در فضای مجازیشون. چقدر میتونه مؤثر باشه پیوستن چهره‌های شناخته شده به کمپین‌های اینچنینی؟ برای من فکر کنم خیلی مهم اول یه چهره شناخته شده خودش رو به عنوان شهروند مسئول بدونه. الزاماً اینکه یک آدم شناخته شده بخواد از موقعیت خودش به عنوان یه چهره استفاده کنه که فضایی رو در واقع یه جریان رو ایجاد بکنه، من خیلی اینجوری نگاه نمی کنم. من فکر کنم اگر تک تک ما مسئولیت فردی و شهروندی خودمون رو و در رأسش مسئولیت انسانی خودمون رو بپذیریم، طبیعتا نمیتونیم نسبت به مسائل پیرامونمون تا این اندازه بی‌تفاوت باشیم. واقعا گاهی اوقات خود من به این حالت نفرتی از خودم میرسم به خاطر اینکه در خیلی موارد نمیتونم واکنشی نشون بدم. بعضی موقع فکر میکنم اگر بخوام راجع به هر موقعیتی نظرم رو بگم واقعا در یک روز ممکنه ده ها توییت آدم باید به امیسته ده ها اظهار نظر بکنه و این موقعیت خیلی پیچیده که شما مسئولیتتون رو به عنوان یه انسان، به عنوان یه شهروند توی جامعه با به موقعیتی که درش هستید نمیتونید نسبت درستی بینش برقرار کنید و در واقع ما از حوادث رنجاوری که میبینیم عقب میفتیم، یعنی دیگه نمیتونیم واکنش نشون بدیم. شما وضعیت اقتصادی از یه طرف سال گذشته رو ببینید، از حوادث آبان ماه، هواپیما، بعد اتفاق سوء مدیریت تو فضای کشور سر ماجرای کووید 19، بنابراین این اتفاقا پشت هم و پشت هم میفته که اگر فقط ما بتونیم بعضی هاش واکنش شهروندی و انسانی خودمون نشون بدیم، به نظرم دیگه اصلا لازم نیست فکر کنیم ببینیم که به عنوان یه آدم شناخته شده کجا برداریم. خود به خود اون یاد به عنوان یه انسان اگه بپذیریم، به عنوان یک شهروند اگه بپذیریم، قطعا مسئولیت اون چه که در اطرافمون اتفاق میفته رو میتونیم زیر نظر داشته باشیم و نسبت بی‌تفاوت نباشیم. ولی به نظر میاد که جامعه انتظار بیشتری از افراد شناخته شده مشخصا هنرمندان داره. فکر می‌کنید این انتظار چقدر انتظار منطقیه؟ بسیاری یعنی فشار میارن. می‌دیدیم که در کمپین نبه اعدام یا اعدام نکنید بسیاری نام می‌بردن هنرمندها رو و ازشون می‌خواستن که واکنش نشون بدن. چون به نظر میاد که انتظارها بالاتره. قطعا انتظار غلطی نیست، ولی شما باید محاسبه کنید ببینید که ساختار توی جمهوری اسلامی رابطه‌ای که دستگاه سانسور، دستگاه کنترل محتوا، دستگاه قدرت تو شکل‌های مختلف، نهادهای امنیتی با چهره‌های شناخته شده خصوصا تو حوزه هنر برقرار می‌کنن تا چه اندازه رابطه از بالا به پایینیه. یعنی یه اتوریته‌ای وجود داره که حتی اجازه شهروندی به عنوان واکنش شما به عنوان یه شهروند قطعا رصد میشه و بهتون تذکر داده میشه. بنابراین من چون میبینم، حالا من خودم خیلی آدم شناخته شده ای نیستم، شاید به خاطر همین با طبع خاطر بیشتری معمولا واکنش نشون میدم، اما متاسفانه این رو هم باید بپذیریم که برخی از افراد شناخته شده، من دیدم یکی از این آقایون توییت زده بود که ببخشید چی رو باید ببخشن، چه اتفاقی افتاده؟ اون کسی که باید ببخشه حاکمیت نیست، یعنی این سوء تفاهمی که خیلی هم ناخودآگاه نیست، به نظرم یه مقداری بر اثر همون فشار است. نباید فکر کرد که اگر کسی مثلا حوزه بازیگری چهره شناخته شده است الزاماً میتونه تو واکنش‌های اجتماعی هم واکنش‌های درست نشون بده. من فکر می‌کنم این انتظار اگر به اینجور بهش نگاه کنیم معمولاً نتیجه خوبی نداره و فکر می‌کنم که اون ریشه اصلی توی مسئولیت پذیری هر شهروند این که خودش نسبت به حقوق خودش آگاه بشه و با کنش آگاهانه نسبت به حقوق انسانی خودش نشون بده. در نهایت آقای رسول‌الله، به عنوان کسی که مجازات اعدام انقدر برای شما دغدغه بوده که دربارش فیلم ساختید، دیشب چه احساسی داشتید وقتی می‌دیدید که تقریبا اکثر فارسی زبانان در مخالفت به اعدام برخاستند؟ خیلی احساس خوبی بود حقیقتاً و ای کاش در خیلی موارد دیگه هم ما میتونستیم اینجوری در کنار هم قرار بگیریم.
آرزو میکنم تصمیم گیران به حاکمیت این صدا رو بشنون، تا دیر نشده این صداها رو بشنون و مانع خشونت های بزرگتری بشن. من در هر شکلی با خشونت مخالفم و آرزو میکنم که ما بتونیم به اون اندازه از آگاهی توی فضای فرهنگیمون برسیم که مانع خشونت های بزرگتر بشیم. اما به هر حال باید بپذیریم که نهاد قدرت باید از بالا این تغییر رو شروع کنه و اگر نکنه حتما هزینه سنگینی خواهد داشت. متشکرم. محمد رسولو، فیلمساز از تهران، عذرخواهی میکنم که کیفیت ارتباطمون مناسب نبود. در جریان هستید که در واکنش به کمپین اعدام نکنید، سرعت اینترنت به ایران در ایران به شدت پایین اومده و یکی از دلایل پایین بودن کیفیت این گفتگو هم همین بود. 5 سال پیش ایران به توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی رسید. دولت حسن روحانی این توافق را کلید حل مشکلات اقتصاد ایران می‌دانست. ولی در این 5 سالی که از برجام گذشته، چقدر وضع ایران و ایرانیان بهتر یا بدتر شده؟ بهرنگ تاج‌دین نگاهی کرده به روند تغییرات 5 شاخص مهم اقتصادی در سالهای قبل و بعد از برجام. 5 سال از روزی که این مردان و زنان کنار هم ایستادن تا توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 رو اعلام کنن میگذره. بیایید با بررسی 5 شاخص ببینیم این توافق چه تأثیری روی اقتصاد ایران گذاشته. بذارید از حجم کل فعالیت‌های اقتصادی شروع کنیم. اگه به تولید ناخالص داخلی ایران در 4 سال قبل از برجام نگاه کنیم، می‌بینیم که اقتصاد ایران در رکود بوده و داشته کوچیک می‌شده. در 2 سال بعد برجام شاهد رشد سریع اقتصاد بودیم، ولی دوباره در 2 سال اخیر رشد اقتصادی منفی شده و تولید ناخالص داخلی ایران در سال 98، یعنی 4 سال بعد برجام، کمتر از سال 90 بوده. خبر بعد اینه که صندوق بین المللی پول پیش بینی میکنه اقتصاد ایران امسال 6% دیگه آب بره، که اگه این اتفاق بیفته عملا یعنی اقتصاد ایران از 1385 تا 1399 هیچ رشدی نکرده. ولی چه اتفاقی برای واردات و صادرات افتاده؟ آمارهای گمرک ایران نشون میده ایران در سالهای قبل برجام سالی حدود 50 میلیارد دلار واردات داشته و در 4 سال بعد برجام این واردات کمی کمتر شده. ولی اگه به صادرات نگاه کنیم، میبینیم که در 4 سال بعد از برجام رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و حدود 10 میلیارد دلار در سال بیشتر از سالهای قبل برجام بوده. در نتیجه تراز تجارت خارجی ایران بهبود قابل توجهی داشته. بیایید نگاهی به وضع اشتغال هم در این سالها بندازیم. برای این کار به جای نرخ بیکاری که تعریفش تو ایران مایه جنجال و اختلافه، به تعداد شاغلان نگاه میکنیم. 4 سال قبل برجام حدود 25 میلیون نفر در ایران شاغل بودند. سال 94 که برجام به دست اومد، این تعداد 1.5 میلیون نفر بالا رفته بود و در 4 سال بعدش هم 2 میلیون و 300 هزار نفر دیگه به تعداد شاغلان اضافه شد. ولی در این مدت یک چیز تغییر چندانی نکرده. شمار رسمی بیکاران در ایران در سال 90 حدود 3 میلیون نفر بود. 8 سال بعد هم رسما هنوز حدود 3 میلیون نفر بیکار بودند. شاخص بعدی بیماری مزمن تورمه، ولی به جای نرخ تورم بیایید قیمت‌ها رو چک کنیم. آمارهای بانک مرکزی نشون میده که اگه یه سبد متوسطی از کالاها و خدمات رو میتونستید در سال 1390 به قیمت 100 هزار تومان بخرید، 4 سال بعد قیمتش بیشتر از 2 برابر شده بود، 228 هزار تومان، و 4 سال بعد باز هم 2 برابر میشه، 504 هزار تومان. یعنی قیمت‌ها در این 8 سال به طور متوسط 5 برابر شده. حالا اثر همه این فاکتورها روی سطح رفاه مردم چی بوده؟ یکی از راه‌های ارزیابی رفاه گزارش‌های درآمد و هزینه خانواره که میان توش میزان همه کالاها و خدماتی رو که یک خانوار مصرف می‌کنه، چه چیزایی که بابتش پول میدن، چه چیزایی که بابتش پول نمیدن، همه اینا رو اندازه می‌گیرن. ولی تورم مقایسه مستقیم اعداد سالهای مختلف رو غیر ممکن میکنه. بیایید فرض کنیم تو همه این سالها قیمتها در سطح سال 98 بود. حالا میتونیم ببینیم که در 4 سال قبل برجام میزان درآمد و هزینه خانوارهای شهری حدود 10% افت کرده بود و در 4 سال بعدش هم حدود 8% دیگه پایین میاد. این یعنی وضع خانوارهای شهری به طور متوسط تو این 8 سال 18% بدتر شده. اوضاع خانوارهای روستایی از این هم بدتره. نه تنها کل درآمد و هزینهشون تقریبا نصف شهرنشیناست، بلکه در این 8 سال وضعشون 28% بدتر شده. با این حساب
اینطور میشه جمع‌بندی کرد که در سالهای بعد برجام ایران شاهد افزایش صادرات و بالا رفتن شمار شاغلان بوده، تولید ناخالص داخلی به سرعت رشد و بعد سقوط کرده، مشکل تورم همچنان پابرجاست، شاید حتی بدتر هم شده باشه، و اوضاع اقتصادی خانوارها همچنان داره بدتر میشه. اینکه چقدر برجام، خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، نحوه مدیریت اقتصادی دولت و فاکتورهای دیگه تو این داستان نقش داشتن، بحث داغیه برای سیاستمداران. بهرنگ تاجدین بود. ایران هند را به خاطر آنچه دیر کرده این کشور در آغاز توسعه خط آهن چابهار زاهدان خوانده از این پروژه کنار گذاشته. همزمان بعضی از رسانه‌های هند میگویند ایران احتمالاً به خاطر توافق 25 ساله با چین به هند پشت کرده. دولت هند هنوز واکنشی به این تصمیم ایران نشان نداده. جزئیات بیشتر در گزارش شیدا هوشمندی. چهار سال پیش قبل از خروج امریکا از برجام، ایران و هند تفاهم‌نامه توسعه بندر چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران را امضا می‌کنند. در نخستین سفر رسمی نارندرا مودی، نخست وزیر هند به ایران. Once we make up our mind, the distance between Kashi and Kashan is only half step. سفری که حاصلش برد برد برای هند، ایران و افغانستان بود. ایران بندری استراتژیک را توسعه می‌داد و به مسیر ترانزیتی برای تجارت هند تبدیل می‌شد. تشکر. کابل مناسبات تجاری با دهلی را بیشتر می‌کرد و هند حضور خود را در آسیای میانه گسترش می‌داد. ایران اما حالا می‌گوید هند را از بخشی از این پروژه کنار گذاشته. احداث خط آهن چابهار زاهدان. بھارت کو چابہار ریل پر مات کھانے کے بعد اب چین بھارت بھارت نے جھٹکو اپ دیا ہے تو ہندی میں رپورٹ پرمانے ایران نے چابہار ریل پروجیکٹ ماتھی بھارت نے الگ کریو چھ رسانہ های ہند در داخل و خارج از این کشور گزارش دادند که دیرکرد ہند در تامین مالی توسعه خط آهن چابہار زاہدان دلیل این تصمیم بوده، موضعی که ایران هم دارد. این رسانه‌ها به دلیل دیگری هم برای حذف هند از پروژه اشاره می‌کنند که رسانه‌های داخل ایران درباره آن سکوت کردند و آن توافق جنجالی همکاری 25 ساله چین و ایران است. هند تصمیم داشت با سرمایه‌گذاری در بندر چابهار پاکستان را دور بزند و از راه بندر چابهار در ایران کالاهای خود را به افغانستان صادر کند، راهی برای دسترسی بیشتر به بازارهای آسیای میانه. این در حالی است که بندر گوادر پاکستان تنها 72 کیلومتر با بندر بمبئی هند فاصله داشت. به این ترتیب هند در رقابت با پروژه احیای جاده ابریشم چین عقب نمی ماند و چابهار دروازه هند به آسیای میانه می شد. اما در پروژه احیای جاده ابریشم توسط چین، بندر گوادر در بلوچستان پاکستان به کاشغر چین وصل می شود، طرحی که هم حضور چین را در جنوب آسیا پررنگ‌تر می‌کند و هم موقعیت پاکستان را در برابر هند قوی‌تر. ایران می‌گوید خط آهن چابهار زاهدان ظرفیت انتقال سالانه 7 میلیون تن بار را خواهد داشت. در حذف هند از بخشی از پروژه توسعه چابهار، ردپایی هم از سپاه پاسداران دیده می‌شود. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه عملیات ریلگذاری مسیر 730 کیلومتری چابهار زاهدان را با حضور وزیر راه در ایستگاه راه آهن جیگوری زاهدان آغاز کرد. قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران از سال 92 در بخشی از این پروژه مشارکت دارد. به دلیل اینکه روسازی نیاز به تأمین منابع مالی بیشتری داشت، مقدار عقب‌تر هست، ولی با توجه به دستوری که مقام معظم رهبری دادن به سرعت گرفتن این پروژه خواهیم بود و انشالله تا پایان همین دولت این پروژه به اتمام خواهد رسید. سپاه توانست خودش رو به بلوغ و تکامل قابل توجهی برسانه. پارسال با موافقت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 300 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی به قرارگاه خاتم الانبیا داده شد تا بتواند این پروژه را اجرا کند. تکمیل واحد بخار نیروگاه چابهار هست. همزمان بنیاد مستضعفان از نهادهای زیر نظر رهبری هم در توسعه نیروگاهی در منطقه آزاد چابهار سهیم بوده. President Donald Trump
Shaking hands, a warm hug. رسانه‌های هند می‌گویند دلیل دیگر کنار گذاشته شدن هند از بخشی از پروژه تحریم‌های آمریکاست که در عمل انجام پروژه را به تأخیر انداخت. پروژه چابهار از تحریم معاف بوده، اما به گفته مقام‌های هندی در تأمین مالی آن موانع و محدودیت‌هایی وجود داشته و هند نمی‌خواست ریسک کند. هند از مشتریان نفت ایران از مهمترین شرکای تجاری این کشور بوده. بعد از برجام، واردات نفت از ایران را به میزان 3 برابر هم افزایش داد. اما ورق روابط تجاری ایران و هند بعد از بیرون آمدن امریکا از برجام برگشت. طریق بندر چابهار راه... حالا با کنار گذاشته شدن هند در پروژه خط آهن چابهار زاهدان، ایران می‌خواهد با یک تیر دو نشان بزند. هم پاسخی به رویکرد هند بدهد و هم پشتیبانی چین را در مناقشات دیپلماتیک بخرد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. بالاخره پس از کشمکش‌های طولانی در دادگاه، کتابی که برادرزاده دونالد ترامپ درباره شخصیت او و روابط خانوادگی‌اش نوشته منتشر شد. مری ترامپ که یک روانشناس بالینی است، در این کتاب به روانکاوی رئیس جمهوری آمریکا پرداخته. اما انتشار این کتاب ممکن است چه تأثیری بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بگذارد که کمتر از 4 ماه دیگر برگزار می‌شود. هادی نیلی از واشنگتن خبر می‌دهد. در این 3.5 سال که از دولت دونالد ترامپ می‌گذرد، کتاب‌های متعددی درباره نحوه تصمیم‌گیری‌های او و اداره دولت منتشر شده که خیلی از آنها مبتنی بر درز اطلاعات یا روایت‌های افرادی در داخل کاخ سفید بوده. ولی این بار این کتاب روایتی از شکل‌گیری شخصیت این رئیس جمهور آمریکا به دست می‌دهد که بی‌شباهت به روانکاوی نیست. جزئیاتی از نحوه تربیت دونالد ترامپ و مناسبات خانوادگی او نوشته برادرزاده‌اش که روابطش با این خانواده با تلخ‌کامی و کدورت همراه بوده. تلخی که در سرتاسر این کتاب ملموس است. ماری ترامپ 55 ساله از همان اسم کتابش با توپ پر شروع کرده. بیش از حد و همیشه ناکافی، چگونه خانواده من خطرناکترین مرد جهان را خلق کرد. او که پدر بزرگش فرد ترامپ را بابت سرنوشت پدرش که الکلی شد و جان سپرد سرزنش میکند، میگوید خانواده پدر بزرگش خانواده مشکل دار بود و این میلیونر فعال در ساختمان سازی با فشار گذاشتن بر پسرش دونالد و دریغ کردن عواطف پدری، این فرد را که سالها بعد رئیس جمهور آمریکا شد نابود کرد. ماری ترامپ is extremely critical of her uncle described. ماری ترامپ خیلی خیلی منتقد عموش دونالد ترامپه. او که یک روانشناس بالینیه، میگه ارزیابیش از دونالد ترامپ اینه که او یک فرد خودشیفت است، یک نارسیسیست. سابقه تقلب‌ها و دروغ‌های دونالد ترامپ رو توضیح میده که میگه در دوره کودکی و نوجوانی شکل گرفته. توضیحات مفصل و جزئیات فراوانی ارائه میده درباره زندگی خانواده‌اش. یک ادعا در این کتاب هست که توجه فراوانی رو جلب کرده که میگه رئیس جمهوری ترامپ یکی رو جای خودش سر امتحاناش میفرستاده تا وارد دانشگاه پنسیلوانیا بشه، چیزی که او مرتب به عنوان یک دستاورد مطرح میکنه. کاخ سفید به طور مشخص این ادعای کتاب رو رد کرده. کاخ سفید ادعاهای کتاب را مسخره و غلط می‌خواند و می‌گوید که ماری ترامپ صرفاً دنبال معروف کردن خودش و بهره مالی بوده. خانواده ترامپ تلاش کردند هم جلوی انتشار کتاب و هم جلوی اینکه نویسنده آن با رسانه‌ها و در مراسم معرفی کتاب صحبت کند را بگیرند، ولی در هر دو مورد دادگاه در نهایت تن به این ممنوعیت نداد. این نخستین خنجری نیست که ماری ترامپ به عمویش زده. او بعد از اینکه دونالد ترامپ به ریاست جمهوری رسید، اسنادی را به روزنامه نیویورک تایمز داد که مبنای یک گزارش تحقیقی گسترده درباره پنهانکاری‌های مالیاتی او شد. میتونم بر اساس گزارش‌هایی که در این دهه‌ها داشتم بگم که دونالد ترامپ همیشه به طور مرتب درباره اینکه چقدر پول داشته اغراق کرده و ادعاهای بی‌اساسی داشته درباره اینکه چقدر کسب و کارش موفق بوده. کاری که ماری ترامپ کرد این بود که اسناد فراوانی به روزنامه نیویورک تایمز رسوند که خودش هم از خیلی از اونها سر در نمی‌آورد. با اون اسناد مبنای گزارش تحقیقی نیویورک تایمز شد که مثل بمب صدا کرد. در اون نشون دادن که دونالد ترامپ و پدرش چندین دهه درآمدهاشون رو از مراجع مالیاتی پنهان می‌کردند و درآمدشون رو به شیوه‌های شبه متقلبانه نگه می‌داشتند. تا قبلش کسی از این سابقه دونالد ترامپ خبر نداشت. ها
حالا 110 روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، رقابتی که دونالد ترامپ تلاش دارد با پیروزی در آن در کاخ سفید باقی بماند و البته جبهه مخالفانش هم مصمم هستند جلوی او را بگیرند. ماری ترامپ که دور قبل هم به رقیب عمویش یعنی هیلاری کلینتون رای داده، پنهان نکرده که امیدوار است کتابش در این باره کمکی کند. واضحه که دونالد ترامپ بی صلاحیت و بی کفایت و یک خطر کامله، ولی متاسفانه به نظر میرسه گروهی از هموطنهای من هستن که به هر حال از اون حمایت میکنن. اما امیدوارم این کتاب به کسانی انگیزه بده که بیرون بیان و رای بدن تا توی انتخابات نوامبر با رای بیرونش کنیم. اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور نبود، این کتاب در نهایت اثر جالبی بود درباره یکی از خانواده‌های مشهور و پر زرق و برق نیویورک که خودشان هم در همه این سالها دوست داشتند در مرکز توجه باشند. اما حالا برای آمریکایی‌هایی که ادعاهای این کتاب را باور کنند، این شرحی است از چگونگی شکل گرفتن رئیس جمهوری که دوست و دشمنش او را نامتعارف‌ترین رهبر آمریکا در سال‌های معاصر می‌خوانند. هادی نیلی، BBC، واشنگتن. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. اینستاگرام، تلگرام و توییتر BBC فارسی رو هم از دست ندید. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.